مستظر این که دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم معاونت های متعددی داره. معاونت پژوهشی دفتر در قالب پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انجام وظیفه میکنه. 12 پژوهشکده و مرکز با بیش از 100 عضو هیئت علمی و 39 گروه علمی. پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن ما اولین پژوهشکده هست که کارهای عظیم کلام پروژه‌های در بحث قرآن و فرهنگ معارف انجام میده. سامانه‌ای که مشاهده می‌فرمایید سامانه اشتراک دانش دانشگاه باقرالعلوم هستش. این سامانه در راستای مدیریت بهینه گردآوری، نمایه‌سازی و انعکاس پژوهش‌های علمی اساتید و دانش آموختگان دانشگاه باقرالعلوم راه اندازی شده. اینجا بخش فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات هست، شامل معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر، ادارات و ادارات کل فرهنگی شعب دفتر و بوستان کتاب، مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی شامل بخش فرهنگی میشن. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم اولین نهاد حوزوی انقلابی است که به دستور حضرت امام در حوزه علمی قم تشکیل شد. دورانهای مختلفی رو داره. دوران تشکیل این مجموعه انقلابی و تثبیت اون و همچنین دوره تغییر از کارکردگرایی به مسئله محوری. بزرگواران فعال در عرصه تبلیغ و فرهنگ دفتر تبلیغات اسلامی به این نتیجه رسیدن که با توجه به پوست‌اندازی سازمانی صورت گرفته در دفتر تبلیغات بتونن این تجربه و دستاوردهای اون رو در منظر و مرعای همگان، خصوصا نخبگان و فعالان عرصه فرهنگ دینی قرار بدن. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم در دهه گذشته رویکرد خودش رو به مسئله محوری و تشکیل قطب‌های فکری فرهنگی تغییر داد و بر اساس مطالعاتی که در سال 89 تا 91 از گزارش‌هایی که در عرصه فرهنگ از نهادهای مختلف مثل وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و شورای فرهنگ عمومی در همه استانها نیروی انتظامی قوه قضاییه گرفته بود، به 120 مسئله فرهنگی در کشور رسید و این 120 مسئله رو
بعد از تعیین 15 مسئله اون برای حل اون مسائل در هیئت محترم امنای دفتر تبلیغات سامانه قطب‌ها رو برای حل اون مسئله به عنوان مدل انتخاب کرد و در نتیجه 4 تا قطب تشکیل شد. ببینید ما همون 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 همون